درود بر شما. در ویدیو قبل در رابطه با منحنی های لیساژ رو صحبت کردیم. ما به کمک فانکشن جنراتور دو کاناله و یک اسیلوسکوپ میتونیم این منحنی ها رو بسازیم. حالا میخوایم ببینیم که آیا میتونیم به کمک منحنی لیساژ رو فرکانس تشدید یا رزونانس رو در یک مدار RLC به دست بیاریم. ابتدای سری توضیحات پایه براتون میدم، بعد مدار رو کاغذ براتون میکشم و بعد به کمک اسیلوسکوپ اونو اجرا میکنیم. برای ساخت مدار تشدید روش های زیادی وجود داره. ما از مقاومت صرف و خازن استفاده میکنیم. پس یک مقاومت میخوایم، یک صرف و یه دونه هم خازن. ما مقدار مقاومت رو 120 اوم در نظر میگیریم. این یک مثال هستش. مقاومت با عبور جریان مخالفت میکنه. ولتاژ رو کاهش میده. به صورت گرما انرژی رو هدر میده. سلفی که میخوایم استفاده بکنیم مقدار اون 63 میکروهنری هست. سلف انرژی رو در میدان مغناطیسی ذخیره میکنه. خازنی هم که میخوایم استفاده بکنیم 473 هست. یعنی 47 نانو. خازن انرژی رو توی صفحات خودش ذخیره میکنه. ما میخوایم این مدار رو اجرا کنیم و فرکانس تشدید رو به دست بیاریم. فرکانس تشدید رو با FR نشون میدیم. ما این کار رو به کمک اسیلوسکوپ انجام میدیم و بعد با منحنی لیساژ اونو بررسی میکنیم. خب، سلف که با حرف L نشون داده میشه. سلف در جریان DC یا ولتاژ DC که فرکانس پایین یا صفر داره به ما اجازه عبور جریان رو میده. اما وقتی جریان متناوب وارد اون بشه سلف شروع میکنه مقاومت کردن. پس در AC مقاومت اون بالا میره. پس در حالت DC به حالت اتصال کوتاه و جریان رو عبور میده، اما در حالت AC مقاومت میکنه. ما به این میگیم ریاکتانس القایی، با XL نشون میدیم. حالا خازن با حرف C نشون داده میشه. خازن اجازه نمیده ولتاژ DC عبور کنه. ولی در AC هر چقدر فرکانس بالا بره مقاومت کاهش پیدا میکنه. پس به این حالته. ما بهش میگیم ریاکتانس خازنی، XC. اینا فرمول دارن که در ادامه براتون میگم، ولی یک قطعه کمه. مقاومت موجود تو این مدار در فرکانس تشدید نقشی نداره. عوامل خیلی زیادی وجود داره: جنس قطعات، کیفیت قطعات، نوع ارتباط، روش اندازه‌گیری، نوع اندازه‌گیری. من ساده ترین روش رو میخوام براتون بگم. در این مدار تشدید هر چقدر ضریب کیفیت یا کوالیتی فاکتور بالاتر باشه بهتر. خب اول مدار رو بکشم. این مقاومته، این سلفه و در اینجا هم خازن. گفتیم مقاومت 120 اوهمه، سلفی که من اندازه گرفتم 64 میکروهنریه، خازنم 47 نانوه که الان بهتون نشون میدم. ما باید به این مدار ولتاژ AC یا متناوب بدیم به کمک فانکشن جنراتور. پس ولتاژی که داره اینجا وارد میشه AC DC نیست. در اینجا مثبت رو وارد میکنیم. پس این AC مثبت، در اینجا منفی. این دوتا پراپ فانکشن جنراتور هستن. خب پراپ های اسیلوسکوپ باید کجا وصل بشه؟ اولین پراپ رو به فانکشن جنراتور متصل میکنم. اینجا P1 یعنی پراپ 1. روی اسیلوسکوپ شما نوشته چنل 1 یا X. حالا دومی پراپ رو اینجا میذارم، P2 که نوشته Y. پس اگر این دوتا قطعه از بین برن، در واقع مثل اینی که پراپ 1 و پراپ 2 هر دوتا به ورودی فانکشن جنراتور متصل شدن. ما دقیقا میخواییم همین رو بررسی کنیم. این مقادیر به عنوان مثال هستن. شما میتونید از مقادیر دیگه هم استفاده کنید. حالا تو این مدار با توجه به قوانینی که روی سلف و خازن هست، در یک فرکانس خاص که به اون FR میگیم، سلف و خازن همدیگر رو خونسا میکنن. بخش سلف و خازن مثل یه تیکه سیم معمولی میشه. یعنی اینجا و اینجا به این حالت میشن.
مثل که به اینجا وصله. پس وقتی ما در فانکشن جنراتور فرکانس رو تغییر میدیم و به فرکانس رزونانس میرسیم، این دوتا شبیه تقسیم میشن، یعنی پراپ یک و پراپ دو از طریق همین یه تیک سیم به ورودی فانکشن جنراتور متصلن. پس هر دوتا باید یک ولتاژ رو به ما نشون بدن و شکل موجم روی همدیگه قرار گرفته باشه. یعنی ما اختلاف فاز در فرکانس تشدید تو این حالت نباید داشته باشیم. خب حالا فرمول فرکانس تشدید چیه؟ ما میگیم فرکانس تشدید برابر با یک تقسیم بر دو پی ال سی. خب مقادیری که براتون اینجا گفتم نیاز به محاسبه نیست، سایت های آنلاین وجود دارن، شما میتونید مقادیر رو بزنید و براتون محاسبه کنه. با توجه به این مقادیر فرکانسی که من به دست آوردم 93995 هرتز، یعنی حدود 93 کیلو هرتز. ولی میخوام ببینیم آیا عملا همین اتفاق میفته با توجه به نوع قطعات، جنس قطعات، سیم های رابط، نوع اسیلوسکوپ. میخوام اینا رو بررسی کنیم. البته نویز های محیطی هم خیلی تاثیر گذارن. قبل از اینکه روی اسیلوسکوپ اینو بررسی کنیم دو تا نمودار براتون بکشم. ما میدونیم اگر سلف و خازن در جریان متناوب قرار بگیرن یک مقاومتی به اسم ریاکتنس نشون میدن. ما توی خازن بهم میگفتیم XC و توی سلف میگفتیم XL. حالا ایمپیدنس چیه یا همون امپیدنس؟ همون مقاومت. ما توی دی سی بهش میگیم او و توی ای سی بهش میگیم ایمپیدنس. گفتیم ایمپیدنس رو با زد نشون میدیم. من این موارد رو تو ویدیوهای قبلی بارها تکرار کردم، ولی مقاومت رو با حرف آر نشون میدیم. در بیشتر موارد ما این دوتا رو یکسان میگیریم، ولی این دوتا با هم تفاوت دارن. حالا نمودار سلف رو بکشم. XL ما در اینجا فرکانس رو داریم. فرمولش چیه؟ XL برابر با 2PFL. F همون فرکانسه. L هم ضریب خودالقاییه، همون ایندکتنس که واحدش گفتیم هنری هست. ما توی سلف حالت خطی رو داریم. XL واحد اوم داره یا همون ایمپیدنس. وقتی در سلف فرکانس افزایش پیدا کنه، ما گفتیم XL افزایش پیدا میکنه. به این حالت، به حالت خطی هستش، یعنی با افزایش فرکانس ایمپیدنس سلف به آرامی و به صورت خطی بالا میره. ولی در خازن چطور؟ اول فرمولش رو بنویسیم. XC براتون قبلا گفتم به صورت معکوسه، 2PFC. در یک خازن وقتی فرکانس بالا بره میزان او یا ایمپیدنس اون کاهش پیدا میکنه، ولی به صورت خطی نیست، به صورت منحنی. به این حالت. حالا تلفیق این دوتا برای ما مهمه. با توجه به این دوتا نمودار ما دیگه میدونیم سلف و خازن تو فرکانس های مختلف ایمپیدنس های متفاوتی رو دارن نشون میدن. پس برخورد اینا میشه فرکانس تشدید که الان رو اسیلوسکوپ با هم میبینیم. خب چه نتیجه ای میگیریم؟ با افزایش فرکانس در سلف، سلف با عبور جریان مقاومت نشون میده، مقاومتش بیشتر میشه به صورت خطی. اما توی خازن که به صورت منحنی هست، هر چقدر فرکانس پایین تر باشه مقاومت بیشتری داره. از عبور دی سی یا فرکانس پایین باید جلوگیری کنه تا برسه به بی نهایت. هر چقدر ما فرکانس رو بیشتر کنیم میزان مقاومت داره کاهش پیدا میکنه، میرسه به اینجا. فرکانس در اینجا زیاد هست. خب پس توی این مدار ریاکتانس خازنی و القایی همدیگر رو خونسا میکنن و ایمپیدنس مدار یا همون اوهمش حداقل مقدار رو که این مقاومت هست به ما نشون میده. خود این مقاومت هم از عبور جریان جلوگیری میکنه و اون رو به صورت گرما نشون میده. حالا میخواییم رو اسیلوسکوپ اینو بررسی کنیم. بس یک بار دیگه، پراپ اول به فانکشن جنراتور ورودی متصله، پراپ دوم به بعد از مقاومت،
مدار رو با هم ببینیم. این مقاومت 120 اوهمه، از اینجا وارد این سلف شده، خروجی سلفه، وارد خازن شده و دور زده برگشته. حالا اگه ما اینجا رو در نظر بگیریم به این حالت، در اینجا پراپ مثبت فانکشن جنراتور، در اینجا پراپ منفی. پراپ اول اسیلوسکوپ اینجاست، پراپ دوم اسیلوسکوپ در اینجا. الان اتصالات رو انجام میدم. قبل از اینکه اتصالات رو برقرار کنم، اول مقدار این سلف رو با هم ببینیم. تقریبا 61 میکروهنری. من استفاده از این دستگاه LCR متر رو قبلا تو یک ویدیو به طور کامل شرح دادم. اگر تمایل داشتید میتونید اون ویدیو رو مشاهده کنید. خب دقت بفرمایید. ورودی مقاومت منفیه. بس منفی فانکشن جنراتور از طریق این گیره سوسماریه. این دوتا گیره مربوط به پراپ های اسیلوسکوپ هم. یه گیره رو وصل کنیم کفایت میکنه، ولی چون میخواییم نویز رو کاهش بدیم تا حد امکان، من هر دوتا گیره رو متصل کردم. خروجی مثبت فانکشن جنراتور از طریق این سیم وارد خازن شده. بس پراپ اول رو ورودیه، یعنی مستقیما به این متصله. پراپ دوم اسیلوسکوپ طرف دوم یعنی سیگنال از اینجا وارد میشه، از خازن و سلف رد میشه، میرسه به اینجا و از اینجا از طریق این مقاومت دوباره برمیگرده به فانکشن جنراتور. یه بار دیگه نقشه رو ببینیم. منفی فانکشن جنراتور، مثبت فانکشن جنراتور. منفی اسیلوسکوپ هم همینجاست. پراپ اول قبل خازنه، یعنی مستقیما به فانکشن جنراتور متصله. پراپ دوم بعد از سلف یا بعد از مقاومت است. حالا میخواییم رو اسیلوسکوپ نتیجه رو ببینیم. خب اتصالات رو برقرار کردیم. فانکشن جنراتور روشنه، اسیلوسکوپ هم روشنه و شما دو تا شکل موج رو میبینید. این شکل موج بزرگ که شما در ویدیو سفید میبینید، اینجا رنگش زرده، این ورودی هست، یعنی پراپ یک که مستقیما به فانکشن جنراتور متصله طبق نقشه. شکل موج دوم بعد از مقاومته که ما ببینیم رو فرکانس 1 کیلوهرتز ما ولتاژ خیلی کمی داریم. طبق محاسبه که انجام داده بودیم باید روی 93 کیلوهرتز تشدید بشه و اندازه این دو ولتاژ ها یکسان بشه. یعنی چی؟ یعنی این دوتا سلف و خازن همدیگه رو خونسا کنن و این یه تیکه مثل یه تیکه سیم بشه. چیزی که ما رو پراپ یک میبینیم با پراپ دو روی اسیلوسکوپ یکسان باشه. حالا من فرکانس رو بالا میبرم. این 11 کیلوهرتز. شکل موج دوم آبی رنگ، بزرگتر شد دامنش، ولی اختلاف فاز داریم. 21 31. همونطور که میبینید داره نزدیکتر میشه. 41 51 61 هنوز اختلاف فاز هست. 71 81 91 92 93. الان تقریبا هر دو تا شکل موج یکسانن و روی هم قرار گرفتن. این فرکانس تشدیده. ولتاژ هایی که اینجا میبینید تقریبا یکسانه. 3.56 3.64. کمی اختلاف هنوز وجود داره. فرکانس رو بالاتر میبرم. 93 ممیز 100 200 300 400 500 600 700 900. این فرکانسی بود که طبق محاسبه ما داشتیم. تو این حالت سلف و خازن همدیگر رو خونسا کردن و شدن مثل یه سیم معمولی. حالا میخواییم رو منحنی لیساژو اینو ببینیم. پس در بخش پوزیشن رو دکمه منو میزنم، وای تی بازش میکنم، ایکس وای
خب همونطور که میبینید فرکانس تشدید درست نیست، چون اگر فرکانس تشدید درست بود اینو ما نباید به حالت بیزی ببینیم، باید اینو به صورت یک خط صاف ببینیم. پس فرکانس رو تغییر میدم، 94 دارم بالا میبرم، 96. توجه بفرمایید داره به یک خط صاف نزدیکتر میشه، تقریبا رو فرکانس 108. این باید فرکانس رزونانس این مدار باشه. حالا برگردیم تو حالت عادی، میبرم رو حالت YT. الان شکل موجا بهتره، روی هم قرار گرفتن و ما اختلاف فاز اینجا نمیبینیم. حالا چرا فرکانسی که محاسبه کردیم با فرکانسی که عملا داریم میبینیم کمی متفاوت؟ کیفیت قطعات، نوع قطعات، روش سیمکشی، دستگاه اسیلوسکوپ، نویزهایی که تو این محیط هست، همه روی این مدار تاثیر داره. پس من به کمک منحنی لیساژ رو تقریبا شکل بهتری دیدم. دوباره برگردیم رو منحنی لیساژ رو، اگر فرکانس تشدید درست باشه ما باید فقط یک خط صاف رو ببینیم. حالا من فرکانس رو کاهش میدم، ببینیم چه تغییر اینجا ایجاد میشه. این 18 کیلوهرتز، 28، 38، 48. دقت بفرمایید هرچی به فرکانس تشدید دارم نزدیکتر میشم، بیزی داره نازکتر میشه و شبیه یک خط میشه. فرکانس رو کاهش میدم. پنج کیلوهرتز، شبیه یک بیزی افقی شد. حالا میرم رو حالت عادی اسیلوسکوپ، دکمه اوتو رو میزنم. کانال یک 1 ولته، کانال دو 200 میلی ولته. پس این دوتا کانال یکسان میکنم تا ابعاد رو ببینیم. اختلاف فاز رو داریم میبینیم، یعنی فرکانس تشدید در اینجا نیست. کانال دو 1 ولت. پس این نموداری که دامنه بزرگی داره همون ورودی فانکشن جنراتوره، نمودار دوم پراپیه که بعد از سلف قرار گرفته، فرکانس هم حدود 5 و 8 هستش. الان فرکانس رو بردم روی 109 کیلوهرتز، تقریبا میتونیم بگیم که فرکانس تشدید این مدار. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که عضو کانال من بشید و در صورت تمایل ویدیو رو لایک کنید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.